يا مدر غير الليل بیا بیا دل برو که ما قربون تو شام دنیا دو روزه بیا مکان شو روز ما خورشید ما صبح نوروزه دیدی چه تو ماننده او یک سال بره سال نو من یک سال چنون تنده برم که پندری همی دیروزه دیدی چه تو ماننده او یک سال بره سال نو من یک سال چنون تنده برم که پندری همی دیروزه آی بیا که نوروزه دنیا دوروزه تا آدمی جور دلم چشم خبر سوزه بینه که قد تو کمون و پشت ما گوزه بیا 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 افت و فرو شد پشت کو کم کمم شو بیا که با سر زد زکو ما همچنو یک همه تو شد برچه چنی برچه چنوی چنو مبو دل برو که موی جور که میبینی زمونه سال به سال کهنه بونو شد برچه چنی برچه چنوی چنو مبو دل برو که موی جور که میبینی زمونه سال به سال کهنه بونو شد آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه تا آدمی جون دلم چشم خور سوزه بینه که قد تو کمون و پشت ما بوزه ای تغییر دهنده دلها و دیده ها ای مدبر شب و روز را ای گرداننده سال و حالت ها به گردان حال ما را به نیکوترین حال من میترام 5 ساله که ازدواج کردم ادبیات فارسی خوندم البته فقط تا مقطع لیسانس چون بعدش درگیر عشق و عاشقی و ازدواج شدم و تمرکزم رو برای ادامه تحصیل به طور کامل از دست دادم شاید بهتره بگم همه تمرکزم رو صرف زندگیم کردم زندگی مشترکم با همسرم مجید مونتا بله لوازم حمام رو کجا گذاشتی؟ همون جاست تو سبد لوازم همون من اسمم میتراس یعنی شما فرض کنین که میتراس اسم من میتونه هر اسمی باشه میترا، ملینا، ملیکا، ملیسا مونتا خانوم بله تو سبد لباسا رو گشتم شامپوی من نیست خب من تموم شده انداختمش دور چی رو تموم شده بود؟ حداقل 3-4 بار دیگه میشد باش تموم کرد مجید جان برو لطفا یه دونه بخر بی زحمت یه صابون دستشویی هم بگیر شاید برای شما هیچ اهمیتی نداشته باشه که من کیم و چند سالم و کجا زندگی میکنم
حتی اینکه اسمم چیه. تنها چیزی که مهمه اینه که من یه زنم با تمام ویژگی‌های یک زن. یک زن با تمام دغدغه‌های یک زن قرن 20می که داره توی قرن 21م زندگی می‌کنه. منم تو دوران دانشجوییم، البته تو دوران مجردیم، یه فمینیست به تمام معنا بودم و البته یک طرفدار محیط زیست و یه حامی حیوانات و یه طرفدار حقوق بشر. سلام خانم. دیگه داشتم ناامید می‌شدم، گفتم سال تحویلم نمیه. سال تحویل مگه میشه نه؟ من که حالا حساب دارم، تکلیفم معلومه. نم سال تحویل این بالایی ها دارن چیکار میکنن؟ منم نمیدونم. مونتا میترا کپکت خروس میخونه. چون نخونه، کشف کردم. چیو؟ اختلاسه رو کشف کردم. بگو مال کی بود؟ یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره. حالا میدونی چی میشه؟ حقوق بعد از عید این ماشین رو میدم. ماشین شغل میشم عضو هیئت مدیره. مجید من نمیدونم، تو رو خدا هر کاری میکنی، فقط زودتر این خونه رو عوض کن. خونه؟ خونه ولی خوشحال نشدی ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحال و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ایده ببین برات خونه بگیرم به زودی. عیدت مبارک. بحبه عید تو هم مبارک. قربونت برم عزیزم، شما هم همینطور. بچه ها رو ببوس. به آقا بهروز سال نو رو تبریک بگو. بگو ایشالا سال خوبی داشته باشه. آخی سلام برسون. آه راستی بهش بگو مجنون اختلاسه رو پیدا کرد. آره نمیدونم، میگه که چند وقت دیگه ایشالا میره تو هیئت مدیره و خونه رو دیگه میتونه عوض کنه. ماشی من یه جو یه لحظه گوشی بوشی. بابا میگم به بهروز نگید، این سقش سیاست دیگه. ولی من بهت زنگ بزنم. آره آره باشه، بهت زنگ میزنم با هم حرف بزنیم. قربونت برم، سلام برسون، خداحافظ. چی میگی؟ هیچی دیگه بابا، گفتیم میگم سقش این سیاره دیگه. مجید خرافاتی هستی تو. اما بهروز شوهر خواهر بزرگ منه، شوهر آبچی ملیحه. اونا شیراز زندگی میکنن. راستی من خودم اهل شیرازم، خود شیراز. مجید میگه آقا بهروز سقش سیاهه، اما من باور ندارم. تازه به نظرم آقا بهروز دو تا چارتای دنیا رو خیلی خوب بلده. بس دیگه. ساکت. سلام. قرار گذاشته بودیم همسرم مشکلات محل کارشو به خونه نیاره و منم در عوض تمام مشکلات خونه رو به تنهایی به دوش بکشم. اما اون روز فرق میکرد. احساس کردم که منتظره تو ازش بپرسم. چی شده مجید؟ بدبخت شدیم رفت. ماماینه طوریشون شده؟ بابا منم تو حرف گرفتاری میزنم یاد مادر خواهر من میفته. نه بابا کارم. خب پس به من مربوط نیست، خودت میتونی از پسش بر بیای. آره بابا اخراجم کرد.
اخراج شدی؟ برای چی؟ چی برای چی؟ برای چی اخراج شدی؟ چه میدونم؟ تو که دو روز پیش چیز دیگه میگفتی، همینجا وایساده بودی داشتی میگفتی من تا چند وقت دیگه میرم تو هیئت مدیره، خونه، شغل، ماشین. پس اینا چی شد؟ اون اختلاسه بود که گفتم کشف کردم. خب مالی که از اعضای هیئت مدیره، از این ژن برترا بود. یعنی چی؟ بابا ارتباط ژنتیکی داشت با رئیس هیئت مدیره. چه میدونستم؟ چیکار کنیم؟ از من میپرسی چیکار کنیم؟ برخوردت که اینقدر منطقیه همیشه من خیلی خوشم میاد. نهار چی داریم؟ تو این خبر خوشی که آوردی نهارم میخواد؟ نه میگم یعنی بهتر نداشته باشه مثلا، چون من اشتهامم کوره. ولی واقعا من نگرانم اجی. نه اصلا نگران نباش آقا، فوقش اینه که من میرم مسافر کشی هم نمیتونم البته بکنم، چون دیگه سویچ ماشین هم گرفتن دیگه، مال اداره بود ماشین دیگه. من میرم بالا این عصبانیتمو تخلیه کنم. زومبا کار میکردم. زومبا مگه همونی نیست که ممنوع شد؟ تو باشگاه ممنوع شد. ببین هرچی تو ملأ عام ممنوع میشه میاد میره تو زیر زمین. طبقه بالای ما زیر زمینه؟ نه دیگه، هم مستن زیر زمین طبقه سوم. یه خبرم باش حرف بزنم؟ حرف زدم، میگه 30 کیلو باید کم کن. خیلیه. چرا رژیم نمیگیره؟ دوست داره زومبا کار کنه بالا سر ما. ورزش دیگه، خیلی سر صداش زیاده. فقط سوخت. سوخت. خونه میگیریم. کاری نداره خونه میگیریم. میگه خونه بس 10 میلیون پول پیش داریم بدیم. چی؟ 30 میلیون پول پیش داریم. 30 میلیون داشتیم دیگه، که اگه یادت باشه من 20 میلیونشو وام گرفته بودم از شرکت، که الان طبق قانون دیگه نمیتونن از حقوقم کمش کنن چون حقوق ندارم. برای همین طبق قانون باید 20 میلیون رو ما از صابخونه بگیریم، من بدم به اونا که دیگه خیالمون هم راحت شه. 10 میلیون هم که میمونه برای خودمون میتونیم به خونه خوب ان شاءالله اجاره کنیم. یعنی پول پیش بدیم دیگه، بقیه‌ش هم اجاره میدیم. هیچ خبر دیگه ای نداری بهم بدی؟ نه دیگه، سلامتی. بریم فلافل با نون و ترشی مفصل، بدون ترشی، بدون نون رژیمی. میگیریم خونه، میگیریم 10 میلیون پول پیش میدیم دیگه. من برم یه چرت بزنم، زود بیدارم نکن. ماجرا از یک روز بهاری شروع شد. همسرم توی شرکت بزرگ خصوصی کار میکنه، کار میکرد تا چند روز پیش. اون 6 ساله که تو اون شرکت به عنوان مدیر مالی کار میکنه، کار میکرد تا اینکه بالاخره با استعفاش موافقت کردن. اونم مثل من از اینکه هر روز بخواد رأس 1 ساعت مشخص برای انجام دادن یک کار مشخص به یک مکان مشخص بره متنفره. من اعتقاد دارم آدمای موفق اونایی نیستن که سنگ و آجر به سمتشون پرتاب نمیشه.
بلکه اونایی موفقن که از اون سنگ و آجرا پلی میسازن برای عبور و از مشکلات سر راهشون وسیله میسازن برای موفقیت. فقط با همین تفکر ساده هنگامی که ذهن خودم رو برای استقبال از مشکلات آماده کردم دیگه مشکلی نبود، غیر از پیدا کردن یه ویلای نقلی. بیازیم و بریم شادون پایین کنیم. نه بابا چی بلش کنیم؟ این همه رو مانیم. حالا دوباره میگم با اینقدر پول اصلا خونه بود. بالاخره که نمیتونیم همجور بشیم. داری کاری با کنیم. سلام. سلام علیکم. سلام. این چند دومیش بود؟ 37. من دیگه خسته شدم. میشو به نظرم باید سطح طبقامونو بریم پایین. بابا چه ساعت توقعی رو بیاریم پایین؟ توقعی نداریم که. بابا حالا ویلایی هم نشد بابا میتونم. یه خونه 50 متری کلنگیه مجید، من که نمیگم ویلایی آنچنانی. بعد ما قبلا راجع به همسایه و اینا حرف زدیم. حالا همسایه همیشه که بد نیست، اومدیم با 4 تا همسایه خوب هم به دورمون خورد. خب مادر بزرگم خدا بیامرز حق داشت. که چی؟ خب اگه حق داشت که مامان بابا تصداد اسم تو بذاشن منتها دیگه. نه خیر، راجب اسم خودم نمیگم. راجب چی پر؟ راجب همسایه. همیشه میگم همسایه مثل هندونه دربسته است، تا پارش نکنی نمیفهمی چی میشه. خدا به داد همسایه مامان بزرگ تو هست. میشه بیا بریم یه دونه رو ببینیم. من خسته شدم. میشه یه دونه مونده دیگه، یه دونه هم ببینیم تموم شه بره. بوش مردم برم سال چرا نداریم؟ اتفاقا تا دلتون بخواد اینجا رو هم اجاره داریم. چند نفرین؟ دو نفر. بچه؟ نه خیر. بودجه چقدره؟ حالا بالقوه 10 تومن. بالفعل چقدر داریم؟ بالفعل یه انقدری که سر تاکسیشون بریم خونه. آها، پس بفرمایید خونه هر موقع بلقوتون بلفل شد و موقع تشکر. نه منظور همسر من اینه که ما الان 10 میلیون دست این صابخونه قبلی داریم، خب وقتی اونجا بلند شیم این بلقوه میشه بلفل. آه خواهر من، خب نفرمایید بلقوه، بفرمایید بلفله. من تا الان داره تو حساب صابخونه استراحت میکنه. عرضم به حضور انور پرنورتون که یه مورد دیدم الان. این 12 تومن پول پیش میخواد، ما 2 تومن اجاره. ویلایی دیگه نه؟ نه خیلی آپارتمان بر اصلی. اما از که شما متوجه عرض ما نشدین، من خدمتون گفتم ما خونه میخوایم، آپارتمان نه. نه اینم با خونه خیلی فرقی نداره. آره وایداش کمه، بعدم حیات دست خودتونه. چند وایده؟ این 9 وایده، یعنی 4 تا 2 تایی. 4 تا 2 تایی؟ به واسه اینجا سرعتن که میشه 8 وایده. نه دیگه، این تک وایده دست شماست، یعنی از طرف شمال که در ورودیه یه چند تا پله میخوره میره پایین، ولی از طرف جنوب بالکل حیات از خودتونه دیگه. چند تا پله میخوره؟ 16. نه ما ویلایی میخوام. آه نه، با این بودجه تو این منطقه دنبال ویلایی نگرده شما. ببخشید با این پول تو کدوم منطقه میتونیم دنبالش بگردیم؟ اصلا کلا تو تهران دنبالش نگرد. خوش آمدید شما. خواهش میکنم. خواهش میکنم. ببخشید البته فضولی ها، برای چی دنبال ویلایی میگردید؟ حالا به خاطر همسایه با اینا دیگه. آها، پس تا الان تو آپارتمان ساکن نبودید؟ حالا همین الان داریم تو آپارتمان زندگی میکنیم. خب اون وقت چند واحدیه اونو که الان توش ساکنی؟ 3 واحد. خب 3 واحدی که دیگه آپارتمان نمیشه، میشه مشایی. حالا هرچی، چه مشایی چه آپارتمان، مهم اینه که اونجا همسایه داریم. الان تصمیم گرفتیم جایی بریم که همسایه نداشته بشیم. برای همینه اذیت شدید. برای چی؟ شما براشون توضیح میدید یا من روشنشون کنم؟ خیلی بفرمایید، شما بفرمایید. بفرمایید شما بفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. بفرمایید. عرضم به حضورتون که آپارتمان‌های کم واحد یعنی آپارتمان‌های بی‌قانون. یعنی هر کی هر کاری دلش خواست میکنه، همسایه‌ها هم هیچی نمیتونن بهش بگن. چرا؟ چون عرضم بزرگتون که قانون شامل حالشون نمیشه، هیئت مدیره ندارن، مثل شهر بی قانون میمونه، هر کی هر کاری دلش خواست میکنه. منظورتونه که وقتی تعداد واحدا میره بالا؟ احسن، وقتی تعداد واحدا بیشتر میشه، مثلا چند واحد آقسالار؟ 10 واحد. بله،
وقتی تعداد واحد زیاد باشه، هیئت مدیره داره، مالی داره، حسابدار داره، نظافتچی داره، بازرس داره، تأسیساتی داره، سرایدار داره. خلاصه فرمایشات آقا صاحب داره. ولی ببخشید جسارتاً مسئله ما سرصدای همسایه هاست. نه اصلا سرصدا نداره. به فرض معال هم اگه یه موقع یکی آزار و اذیت داشت، شما خیلی شیک گوشی رو برمیداری، زنگ میزنی به مدیریت ساختمون، یه جوری اینا رو ساکت میکنه انگار میت توی خونه زندگی میکنه. برای همینه که قیمت آپارتمانای برج گرونتر از آپارتمانای مشاهده که شما توش ساکنید. حالا تو برج بودین؟ نه. نخه امنیتش حرف نداره، دوربینای امنیتی داره، شما میتونید از رو کانال صفر تلویزیون بشینید کل آپارتمان رو زیر نظر بگیرید. البته همه ساختمون هم دوربین نداره با. قرار شد هیئت مدیره هم برای ما نصب کنه. بله، هزینه‌ش هم پای خود صابخونه است، نه مستجر. میگم ما میتونیم یه مشورتی بکنیم. خوشم اومد، بفرمایید، بفرمایید. نه منظوری که مثلا موردی هست از همینا که هیئت مدیره داره و اینا ما بتونیم ببینیم؟ مورد که بله، نمونه زندهش همین برج جناب مهندسینا. ولی خب یه خورده پیششو بالا میگن، یعنی به پول شما جور در نمیاد. چقدره؟ 80 میلیون. اون خیلیه. مورد دیگه ای نداری نزدیکتر باشه مثلا به بودجه ما؟ داریم. اجازه بفرمایید. برجمون اینجاست. آها. این برج ساحل. ساحل؟ اسمش ساحله. گفته 15 تومن ماهی 2.5. البته پای معامله بشینه بخوام قراردادشو ببندیم، من یه 100 تومانی هم میتونم بندازم. نه خیلی میشه. نه هیچ که نزدیکتر باشه به بودجه ما. ببخشید الان با چیش مشکل داریم؟ با پول پیشش یا کرایه‌اش؟ والا با هر دوش، مخصوصا با اجاره‌اش. با پول پیشش هم همینه، این با هر دوش. با هر دوش. البته اگه نظر بنده رو بخواید، هرچی شما ودیعه رو بیشتر کنید بهتره. والله به خدا پول زور پول اجاره، حتی اگه 1000 تومانی باشه. بله اون که البته، ولی خب وقتی دیگه نداریم پول پیش رو بیشتر از این چاره ای هم. چرا مهندس جانم اجازه دارم روی این ملک شما کار کنم؟ کار متوجه عرض بنده نشد. ما 10 میلیون داریم، اونم تازه بالقوه، دست صاحب خونه. داداش گلم جناب مهندس کوتابیان، بنده خودم حلش میکنم. والا اختیار ما دست شماست، شما هر حرفی بذارین بنده رو حرف شما حرف نمیزنم، فقط میمونه مسئله گزینش دیگه. گزینش؟ ببینید برج جناب مهندسینا همه کس رو راه نمیدن، هر کسی که بخواد بخره یا اجاره کنه اولش یه گزینش باید بشه. چه خوب. بله ماره خیلی خوبه، فقط من بازم عرض میکنم ما 10 میلیون پول پیش داریم. آقا کسی که 10 میلیون نقدی داره، خب 10 میلیون هم غیر نقدی داره دیگه. قرمون شکله شما با این وجنات و سکنات و قیافه و لباس و فلان و اینا خودتو بتکونی 10 میلیون از جیب در نمیاد. از همه خانم خودشونو بتکونن، یعنی طلاهاشونو عرض میکنن، 10 میلیون طلا نمیاد بیرون. بابا الان دوتا علنگوی فکستنیه چه میدونم بچگونه و یه دونه زنجیر نازک و اینا بگیری میشه 10 میلیون. حالا گیریم ما 10 میلیون هم طلا ملا داشته باشیم، باز میشه 20 میلیون. خب میشه 20 میلیون، درسته؟ خب بله میشه 20 میلیون. خدا پدر و مادرتو بیامرزه اگه رفتن، اگرم هستن که حفظشون کنه. کسی که 20 میلیون تومان داره، 20 میلیون هم اعتبار داره دیگه، پیش فک و فامیل دوست آشنا نمیتونی ازشون قرض کنی. حالا الان کی 20 میلیون پول بیکار داره که گذاشته بشه تو بالجش که ما بریم بگیم آقا این پول واقعا. اشتباهتون همینه دیگه، شما توقع دارید که تمام 20 میلیون رو از یه نفر بگیرید. بله دیگه تو بالش ندارم، ولی شما از هر کدوم از دوست آشناتون یکی 2 میلیون قرض کنین جور میشه دیگه. آخه بفرما این 20 میلیون، حالا برفرض که به قول شما اینم جور شه میشه 40 میلیون تا 80 میلیون. خب 40 میلیونش که سه سوته جور شد. خب 40 تومن بقیه‌اش چی؟ عرض میکنم بنده یه راهکار برای شما دارم که با یه تیر دو نشون بزنیم. وسیله خونه که داریم؟ بله داریم کامل. منزل جناب مهندس مبله است، یعنی کافیه شما چمدون لباساتونو بردارین تشریف بیارین اونجا. 20 میلیون میارزه دیگه. چی؟ وسیله خونه‌تون. بسم الله. ما فقط 10 تومن بوده سایدم. ما فقط سایدمون 10 میلیونه. البته ما ساید نداریم ما، ولی یه یخچال جمع و جور داریم که میتونه مشکل شما رو حل کنه. آقا تو حرفه ما یه مسئله هست که میگن هر 3 تا اسباب کشی به اندازه یه آتش سوزی خسارت وارد میکنه. واقعا؟ بله منم شنیدم. بله آقا من 10 سال تو کار املاکم، توجه کنید به عرض بنده. علاوه بر خسارتی که به اسباب و اساسیه و اینا وارد میشه، شما باید قوطی بخری، کارتون بخری، هزینه حمل و نقل بدی، پول کارگر بدی، انعام. بله شما تا به حال چند بار اساس کشی کردید؟ ما دو بار. هیچی دیگه، یه بار دیگه اسباب کشی کنیم بر اساس همون قاعده ما باید وسایلتون رو بریزین سطلاش کن.
شما چند بار اسباب کش کردین؟ بنده 3 بار. ای شما که دیگه هیچی، همین الان برده برو سمساری. داداش گلم شما از من میشنوی؟ برین یه سمسار منصف پیدا کنین، تمام وسایلتون رو بفروشین بره. جناب مهندس، شما به جای اینکه بخوای ببری سمسار برداری چوب حراج بزنی موف برداره ببره، بدین بندگان خدا استفاده کنن، هم 20 میلیونشون جور میشه، همون قضیه گزینششون حل میشه. بله ولی خب بازم 20 میلیون مونده. حسن آقا اجاره یه سال چقدر میشه؟ 7200. خدا پدر و مادرتو بیامرزه اگه رفتن، اگر هم هستن که خدا حفظشون کنه. شما خواستی اینجا رو تخلیه کنی، من از پول پیشی که دست ما دادی کم میکنم. خوبه؟ حله؟ عرض کردم ریش و قیچی دست شماست، هرچی بفرمایید من در خدمتم. مبارکه. حله؟ آقا مبارکه دیگه، مبارکه. دست شما هم درد نکنه. داداش گلم شما من این بعد دیگه تمام انرژی تو بذار برای چی؟ فروختن وسایل. قرار شد وسایل و آپارتمان رو ببینیم. اگر به توافق رسیدیم اسباب کشی کنیم. اسباب کشی که نه، در واقع اگر آپارتمان رو پسندیدیم همه وسایلمون رو بفروشیم و خونه رو با تمام وسایلش اجاره کنیم. اینجوری غیر از لوازم شخصی دیگه نیازی نبود چیز زیادی با خودمون به خونه جدید ببریم. من عذرخواهی میکنم، نمیام که هیئت مدیره منو نبینه، برای همون قضیه گزینش و اینا میگم. شما تشریف ببرین ملکو ببینین، اگه پسند شد بیاین دیگه دفتر قراردادش انشالله ببندیم. فقط ببخشید اینجا یه ذره چرا مخروبه است؟ والا برای درست کردن محوطه جلو ساختمون مناقصه گذاشتن، پیمانکارم انتخاب شده، اما چون پیمانکار نتونسته یه طرحی ارائه بده که نظر هیئت مدیره رو جلب کنه همینجور مونده فکر. بله بله منم در جریانش بودم، خیلی هیئت مدیره سختگیری داره. البته تو آخرین جلسه قرار شد اگه تو هفته آینده یه طرح مناسبی ارائه نکنن کلا پیمانکار رو عوض کنن. اینو دیگه من در جریان نبودم، ببخش عذرخواهی میکنم. چیکار میکنه این سربازه؟ چیزی نیست، بفرمایید. شما یه زحمت دیگه هم بکشین لطفا، با این همسایه ها حرف نزنید. ببین آدمای حسابی هستن ها، ولی خب به خاطر همین گزینش و اینا میگم ممکنه یه ذره عقب بیفته، خودتون یکی دو مغلف بشه. با اجازهتون فرمایید آقا. فعلا راست میگی. اصلا شما فرض کنید فامیل بنده ای دو تشریف آوردید مهمونی. بفرمایید بفرمایید. بارتون تموم شد، من بونگو تشریف بیارم. آخره کل منطقه تو ویوتونه، از هیچ طرف هم مشرف نداره. 24 ساعت پرده رو میتونید بزنید کنار. بفرمایید. منظره هم بود. بفرمایید یه لحظه. گوشی من به شما زنگ میزنم خودم هفته ای دوبار تمیز میکنم. این وضعشه گچو، شاید یکم واحدا بازسازی داره ها. آخ پاک یادم رفت، ببخشید امروز روز سرویس آسانسور تعطیله. میخواد از راپله بریم؟ بفرمایید. نمیخوام برای 13 طبقه راپله بریم. والله تو رو خدا من خیلی سختم، یه طبقه هم نمیتونم. بعدم خانم هم نبینه که ما نمیتونیم سرمون کنیم. خب میتونیم یه کاری کنیم، چون این ساختمون تمام نقشه شبیه همه واحداش، میتونم به عنوان مثال واحد یک و یه نگاهی بندازن، اگر پسندیدن که من در خدمتشون هستم. یعنی من برم خونه مردم ببینم؟ خب همه میرن خانم، اینجا شده نمایشگاه لباس، به بهانه خرید یا دید زدن میرید ساختمون واحد رو نگاه میکنید. حالا به فرض که اصلا من به بهانه خرید رفتم این تو، فقط میتونم حالو پذیرایی رو ببینم دیگه. اتاق خوابا همون. نه نگران اون نباشید، تو تمام اتاق لباس گذاشتن. خب ولی دیگه تو همون دستشویی فکر نمیکنم لباس ببینید. به محض اینکه وارد شدید در اولی که باز کردید در دستشویی، با یه عذرخواهی و ببخشید میرید سراغ در همون. میگه تو همون چیکار داری؟ شما بیا بفرما، با من بیا. شما همون در بزن بفرما. بیا بفرما. نمیاد. نه آقا طبقه چندومی؟ پنجم. من دیگه نمیکشم. البته بالام که بریم هیچ فرقی نمیکنه، وسایلش کامله،
شما فقط کافی وسایل ضروری مثل حوله و مسواک و لباستون رو بردارید بیارید، بقیه‌اش هم که کامله. یعنی نیازی نیست وسایل رو ببینید؟ مگه میخوای وسایل رو بخری؟ تشریف میبری، استفاده میکنی، هر کدوم هم باب دلت نبود به همین آقا سالار میگی بذاره تو انبار، خلاص. من اصراری ندارم، میخوام تشریف ببینیم بالا رو ببینیم. فهمیدین طبقه چندومی بالا؟ عرض کردم پنجم. من میگم اگه نقشه ها یکیه که خانم هم همون پایین رو داره میبینه دیگه، چه کاری هستی زده طبقه؟ هر جور میره شماست. بس با اجازه تو یه باشه بفرمایید. اونا رو ول کن، اون ور رو نگاه کن، اینا رو اینا رو. چرا مگه نگفتین که این رگال سایز منه؟ چرا الان سایزته؟ شیش ماه دیگه که سایزت نمیشه گلم. مگه من قراره چاق شم؟ نه دیگه، مگه تازه ازدواج نکردی؟ نه بابا، ما 5 سال ازدواج کردیم. پس بچه ها کوشن؟ بچه چیه؟ ما هنوز بچه نداریم. عیبش چیه؟ عیب این که نخواستیم بچه داشتیم؟ نه، عیب شوهره. شوهر من عیبی نداره، خیلی هم سالمه. ما خودمون نخواستیم بچه داشتیم. چیزه اینا هم هست، ببین اینا فری سایزه نگاه. بفرمایید. 6 ماه دیگه هم اندازت میشه. ببخشید من میتونم برم دستشویی؟ حالا در به هم میخوره؟ نه میخوام دستم رو بشورم. آها، برای اینکه به اینا دست دادی یا اینا میگی؟ ببین عزیزم خیالت راحت بشه، درسته این لباس دست دومه، ولی من همه رو میشورم اول. خودتون میشوری؟ بله، مگه نمیتونم لباسا رو خوشرویی خودم شو، مشتریای من خواستن. حالا جسارتا دستشویی کجاست؟ دستشویی همونجاست دیگه. دستشویی اینجا کجاست؟ در وا میکنی یا روبروته یا بغلته دیگه. آه اونه؟ آره همون بغل. با اجازه. حالا مطمئنی عیب از شوهره نی؟ نه خانم، عیب از شوهرم نیست، مطمئنم. بعد اما تا تکلیف خونمون مشخص نشه نمیخوایم بچه داشتی. دروغ میگه، عیب از خودشه. اگه نه شوهرت حالا 100 بار طلاقش داده بود. اینو بدم بره. ما اینجا 2 جور ساختمان داریم، یه جور ساختمانه برجه، یه جور هم که یه طبقه است. منتها خب این استحکامش از همه ساختمان‌ها بهتره. اینم که خب دیگه یکی از مستحکم‌ترین برجاییه که ساخته شده اخیراً. ویوی زیبا و همه چیزش عالی. مبارک دیم باشه شما. خواهش کنم. خوبی چی شد؟ خوب بود، من یک چیز خریدم، حالا خونه نشوند. ببخشید، هموم دستشویش هم دیدید شما؟ بله. خب نظرتون چیه؟ این که این خانم اینجا رو کرده فروشگاه ایرادی نداره، کسی اعتراض نمیکنه. ببینید ایراد زمانی داره که تابلو زده باشن. این بنده خدا که تابلو نزده. در ثانی تمام مشتریاش اهالی همین ساختمون هستن. شما هم که تشریف بیارید اینجا به ساکنین اینجا تخفیف خوبی میدن. خب اگه اینو زودتر میگفتیم من الان خرید نمیکردم. ما میسادیم وقتی اومدیم اینجا ازشون تخفیف میگرفتیم. یعنی الان شما پسندیدی؟ ببخشید مستر، میشه از پسیسی چطور بود؟ به درد بخور بود؟ کنوشو نخواهی میدیم این سالار میذاره توی انباری جای دیگه. سالار کیه؟ میام لکیه دیگه. پس مبارکه دیگه، فقط میمونه پولش. ای بابا، یه ضرب المثلی هست که میگه خدا پول 2 چیزو جور میکنه، یکی عروسیه یکی هم خونه. انشالله مبارکتون باشه. سلامت باشه. فقط ببخشید اگه امکان داره اون مبلغش رو، چون منم مشکل دارم به مشکلم حل کنم، ممنون میشم. والا به حالا ما تا یه مقداری قرض و قوله کنیم و وسایلمون رو بفروشیم فکر کنم یه مقداری طول بکشه. ولی نگران نباشین، از قدیم گفتن خدا پول 2 چیزو میرسونه، یکی پول خونه است یکی پول عروسیه. بله بله، خواهش می‌کنم. پس بفرمایید بفرمایید بریم. خواهش می‌کنم بفرمایید. هیچ اشکالی نداره،
شما یه چک به تاریخ تخلیه خونه قبلیتون به من میدین، تو این مدت هم میرین حسابتون رو پر میکنین، چکتون که پاس شد میان کلیدا رو میگیرین. اما من بیشتر از این نمیتونم صبر کنم. آقا پول شما رو من میدم، شما هم کلیدا رو میدی به من به سلامت. شما هم تا زمانی که اونجا رو تحویل نگرفتین اون برای چی آفتابی نشین لطفا. چرا؟ به خاطر مسئله گزینش میگن. چه ربطی داره؟ بالاخره که همسایه‌ها متوجه میشن ما جابجا شدیم. اصلا کسی نمیفهمه کی اونجا زندگی میکنه. همه فکر میکنن شما مهمون مایید، بعد یه مدت فکر میکنن که من مهمون شما. والسلام. ببخش من که اصلا نمیفهمم ماجرا چیه، فقط یه سوال، ما کی میتونیم خونه رو تحویل بگیریم؟ بله. شما یه چک مینویسین به مبلغ 60 میلیون تومان میدین به بنده. هر موقع پاس شد میان کلیدا رو تحویل میگیرین، تشمیل منزل جدید. مبارکه. سلامت باشی. گردنبندشه، اینم گوشواره ها. حالا خوبه، طلا گرون شده. اینو یادته؟ اگه گفتی کی آورد؟ کیو؟ پروین. آه زندگی اونا میتره. من واقعا شرمنده تمام. اشکال نداره، طلا تنها چیزیه که هر کسی میخره میدونه که یه روزی باید بفروشه. من مامانت داد. آخ. من سرویس هم گذاشتم مجید، اینو گم نشه. ما ظرف یه هفته با مشورت‌های سالار موفق شدیم 40 میلیون تومان پول جمع کنیم. تازه اون وقت متوجه شدیم که چقدر دوست و فامیل و رفیق قدیمی داشتیم و خودمون بی‌خبر بودیم. کل لوازم هست، بله. هم سالم بود، واقعا در حد نو هم بازش. مثلا ما اصلا از این استفاده نکردیم. این تابلو هم هستش. بله بله، هر چی که. این چطور؟ همش هست دیگه، هر چی شما می‌بینین عرض کردم هست. هم سالم ها، یعنی اونش که ایراد داشت اصلا نذاشتیم. قاطی اینا. اون دو نیم، اون دو نیم، اون دو نیم، دو یک، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هفده، بیست و هشت، بیست و نه، بیست و نه. خوش به حال پرنده های مهاجر که با اومدن اولین سوز سرما پراشون رو باز میکنن و به سمت منطقه های گرمسیری پرواز میکنن. من اون روز احساس یه پرنده مهاجر رو داشتم، پرنده‌ای که انگار خطر زلزله بزرگ رو قبل از وقوعش احساس کرده بود و تصمیم داشت از منطقه خطر دور بشه. مجید؟ مجید؟ مجید سلام، خوب شد زنگ زدی، فکر کنم یه دوست اومده تو خونه. ها توی پشت در؟ پس چرا زنگ نزدی؟ گفتم خوابی. چی شده؟ نفسم بالا نمیاد. چرا؟ چرا؟ 13 طبقه را راپله اومدم بالا. چرا؟ یعنی هنوز آسانسور درست نشده؟ نه بازارا درست شان نیست. درست بشو نیست؟ یعنی چی که درست بشو نیست؟ نیست دیگه، گفت نیست. اون چیه گرفتی دسته؟ این هیچی، از تو اتاق یه صدایی میومد، گفتم شاید موشی جونور یه چیزی اومده باشه، گفتم برم سراغ موش. موشی که بتونه 13 طبقه رو پیاده بیاد بالا، بعد همه پنیره عالمو به جایزه داد، نه اینکه ساتور برداشت رفت به جنگ. شنبی؟ این صدا رو میگفتی؟ اومد این کجاش شبیه صدای موشه؟ خب
صدای یه چیزیه که داره دیوارو سوراخ میکنه دیگه. موش دریل داره. اصلا من چه میدونم، تقصیر توه، برای چی کلیدتو نبردی؟ اصلا من کلید نداری. وا نمیکنه. به خاطر اینکه این کلید، کلید خونه قبلیه. کلید اینجا رو نبرد. شامپو نگرفتی؟ تقصیر این همسایه پایینیه شد حواسمو پرت کرد. میگه آسانسور راه نمیفته که نمیفته. یعنی چی که راه نمیفته؟ اصلا مگه میشه توی این خونه بدون آسانسور زندگی کرد؟ اونم همینو میگفت دیگه. میگفت دو روز نشده باید جمع کنین دوباره اساس کشی کنین بریم. وای! مجید تو رو خدا بیا برو به این همسایه بگو دیوونمون کرد الان وقت این کاراست. چیو؟ اینو میخوای چی کار؟ عزیز من کسی که شب این موقع اینجوری داره در میزنه که واسه خوش آمد گویی نه اینه دیگه. مجید کیه؟ میشه یه لحظه این داره باز کنی؟ سلام علیکم. چه سلامی؟ چه علیکی؟ هنون نیومده شروع کردی؟ شما ملاحظه بفرمایید ما چیزی شروع کردیم. ببین آقا جون، ما احتیاج به آرامش داریم، ما آسایش میخوایم. آخه این موقع شب وقت دلالکاریه؟ سلام. درست نیست این کارتون، درست نیست. بذارین ارا برسین، ارایتون خوشه، بعد مردم آزاری رو شروع کنین. من از کله سهر تا این موقع شب دارم جون میکنم، میام کپ مرگم و بذارم این صدایی در پدر منو در بوده. ببخشید شما؟ من یه بخت برگشتم که از بخت بدم شدم همسایه شما. آره ببخشید، البته من همین الان داشتم همسرم رو میفرستادم دم خونه شما. برای چی در خونه من؟ خب برای اعتراض به این صدایی دریلکاری شما. انگار حالی نیست همون جون. من تو دبقه دهم دارم زندگی میکنم، شما تو دبقه 13 هم، درست شد؟ چطوری صدای دریل از طبقه 10 یا طبقه 13؟ همونجوری که صدای دریل از طبقه 13 یا طبقه 10 دیگه. بفرمایید. شما بفرمایید. دیدین؟ شما دیدین؟ پس این صدا تو واحد شما نبود؟ شما دست من دریل میدینین؟ از کدوم بیوجدانی موقع شب داره دریل کاری میکنه؟ ببخش یه لحظه شما تشریف بیارین. یه لحظه. بله. چه؟ من میگم اینجوری که نمیشه، اینجوری که اصلا درست نیست. شما رو واحد این مدیر ساختمون رو به ما بگین ایشون رسیدگی کنه. دلتون خوشه. مدیر کیلو چنده؟ اگه هنوز دستگاهتون با نکردی با نکنی. اینجا جای زندگی نیست. قبلی هنوز زن بچه‌ش نیارده بود که تخلیه کرد رفت. این حرف اون یکم سایم زد. این اصلا حالش خوب نبود. ولی ما باید بفهمیم مدیر کیه. مدیر یارو میگه مدیر ساختمون کیلو چند؟ بابا یه حتما خودش میخواسته مدیر شه، رای نیاورده شده اپوزیسیون. من میرم همون خیس عرقه. منم چای میذارم. مجید. بله. نرو همون، آب قطعه. خیلی خوب باشه، فقط همون. مجید من نگاه کن. جدی جدی باشه. نه بیا بیا. ما اونجا خیلی طبیعیه. معلومه طبقه آخر آب کمه. آب کمه چی آقا؟ چیکه چیکه داره میاد. من مجبور شدم دیروز 13 طبقه آب معدنی خرکش کنم ببرم بالا که بتونم دوش بگیرم، وگرنه الان معلوم نبود با چه وضعی اینجا. این دیشب مثل که پمپا خراب بوده. درست میشه شما به مدیر ساختمون زنگ بزنین درست میشه. مدیر کیلو چنده؟ اصلا یادم نبود. احتمالاً آخرین مدیر ساختمون همین بابایی بوده که جای شما میشسته. حالا هیئت مدیره که تشکیل بشه اینا همش حل میشه. هیئت مدیره؟ آقا حل میشه چیه؟ حل نمیشه. من میشه نشه. بابا سی خانوار داره اونجا زندگی میکنه قهرمم. آقا چی میگی سی خانوار داره اونجا زندگی میکنه؟ از تمام واحدهای اونجا به زور 4-5 تا خانوار دارن تو بعضی از واحدها زندگی میکنن. تازه اونام زندگی نمیکنن، زندانی شدن. ببینین آقای اسمش سالار هستن به این گندگی میشه. آقای سالار ما تمام دیروز و دیشب داشتیم سر این موضوع بحث میکردیم، آخر به این نتیجه رسیدیم که بابا این اجاره رو فسخ کنیم. البته دیشب به این نتیجه نرسیدیم. اتفاقا میخواستم همین رو عرض کنم. معمولا تصمیمایی که شب میگیرن فردا صبحش 180 درجه تغییر میکنه. بله ما هم دیشب تصمیم گرفتیم که صبر کنیم هیئت مدیره جدید تشکیل بشه، مدیر بیاد، بالاخره بعد یه مدتی مشکلات ساختمون حل میشه. اما صبح که رفتیم با همسایه‌ها صحبت کردیم، نه این مشکل چند هفته پیش نیست آقای سالار که هفته دیگه حل شه. یک سال مردم دارن تو این وضعیت زندگی میکنن تو این ساختمون. بله بعدم خرابیایی که تو یک سال به وجود اومده رو که نمیشه تو چند هفته و چند ماه جبران کرد. آقا من 10 سال مدیر قسمت بودم خودم. 10 سال
خرابیای این همه با این حجمو نمیشه یه هفته دو هفته سه هفته درست کرد. این خرابی یک سال زمان میخواد. بعدم شما چرا اصلا حرف ما رو گوش نمیدین؟ بابا زنگ بزنید به صابخونمون بگیم بیاد این داستانو تمومش کنه، اجاره رو فصل کنیم. اون که نشده. آقا برای چی نشده؟ شما یه زنگ بزن با اون تلفن به صابخونه ما بگو مستاجر میخوام فصل کنم. داداشو گلم. صابخونه شما خارج از کشور زندگی میکنه. پولی هم که شما دادین تمام و کمال دادین به اون مستاجر قبلی، رفته به کارش. یعنی چی که رسما کلاهبرداری؟ یعنی ما از مستاجر قبلی خونه اجاره کردیم؟ بله، ولی مشکلی نیست، فسخش میکنیم. اصلا اینطوری به نفع منم هست، دو تا کمیسیون میگیرم. ولی اولا از این دشکه شما باید برای گرفتن پولتون تا اومدن مستاجر جدید چی صبر کنیم؟ ما. بله شما. دوم از این دشکه تا اون موقع باید همه کرایه رو ماه به ماه نقدی پرداخت کنیم. یه ما اجاره بود، دو تا کمیسیون هم روش. ولی این رسمش نبود آقای سالا. یه ما اجاره و دو تا کمیسیون هم روش. بله. هیچ چیزی لذت بخشتر از یه خواب راحت بعد از اسباب کشی به خونه جدید نیست. اگه آدم ها میتونستن این لذت رو تجربه کنن هر هفته اسباب کشی میکردن. مادر بزرگم همیشه میگفت اجاره نشینی یعنی خوش نشینی. هر زمانی از خونه خوشت نیمد میتونی تو همون ماه اول بری یه خونه دیگه، خونه که دل آدم توش خوش باشه، خونه که پر باشه از آرامش و سکوت. بعضی وقتا همه چیز همون جوری که آدم انتظار داره پیش نمیره. مثل پرنده های مهاجری که به امید یه دریاچه از مناطق سردسیر مهاجرت میکنن و وقتی به محل دریاچه میرسن میبینن که چیزی غیر از یه شوره زار باقی نمونده. بهتره بگی کلاهی بوده که سر دوتایی مونه. بابا کمک نمیخوای؟ نه خوبه این ساختمون همین دوتا پنجره رو داره. چی این ساختمون درسته که برقاش درست باشه که اینجا برقم داشته باشه. خیلی خوب، حالا هیچوی حرف زنی؟ انگار من بودم اصرار میکردم آپارتمان بگیری. ای بابا آقا اصلا غلط کردم، خدا می کنه که هم درستش میکنم. آپارتمان بگیریم، ویلایی بگیریم. انگار من 10 میلیارد تومان پول دارم. منظور بدی ندارم. بس من منظور بدی نداشتم. خیلی خوب. من اومدم سوی غلط کردم. دیگه غلط طرف پایین ما نمیام. سوهه. 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 کجا میری؟ چرا اینجوری داری؟ منش کن بابا. منش کن، داره برای خودش داره راه میره. عجب آدمیه ها. نگاه کن تو رو خدا. پاشدی رفته اصلا یه لم بده برای خودش و این دوتا عرازه رو انداخته به جون من. آخه چه خاکی من به سر روزه و دست شما دوتا بچه ها؟ تو خوبی؟ چه خوبی بابا؟ مگه اینو میزنه آدم زندگی بکنه؟ ببخشید خوب بودن من به شما چه ارتباطی داره؟ خانم من با خانومم بودم. سلام سوهه، در به در شده اومدی بالا یه دوتا نونتافتون بگی بیا، یادت نره ها. ببخش شما پایین میرین یا بالا؟ پایین. تازه اومدین تو این ساختمون؟ ما تازه اومدیم ولی دیگه داریم میریم. ولی من هیچ وقت شما رو ندیده بودم. میشه خواهش کنم یه دو دقیقه اینجا تشریف داشته باشین؟ من همین الان میام یه کار کوچولو با شما دارم. بله خواهش میکنم حتما. مونتا بریم دیگه. مونتا چی؟ مونتا مونتا خانم. من اسمم میتراز خانم. حالا هرچی میگم یه زحمت بکشین، اگه بچه‌ها رو پایین دیدی اینا رو بهشون بدین، بگین چند تا نون بگیرم بیارم بالا. آخه من که بچه‌های شما رو نمیشناسم بابا. همین دوتا بودن که الان تو راه پلا دنبال هم دیگه میدویدن. بچه‌هاتون بودن؟
غلام شما هستن. اختیار داشتن دعوا میکردن. نه بابا چه دعوایی؟ اینا با هم دیگه شوخی میکنن. بعضی اوقات قربون صدقه هم دیگه میرن، بعضی اوقات هم میخوان سر به تن هم دیگه نباشه. ببخشید جسارتا یکیشون یه سیخ دستشون ممکنه اون یکی خدای نکرده به نیم ساعت دیگه هم نرسه. نه بابا برادرون دعوا کنن ابلغونم باور کنن. خداحافظ شما. اونتا زود بیاد. ببخشید شما تا زور برمیگردین؟ نه چطور مگه؟ میخواستم ببینم اگه زحمتی نیست یه 10 تا نون برای من بگیرین، من همین واحد بغلی هستم. من؟ آره راستش من مهمونم، یعنی ما کلن دیگه از این ساختمون داریم میریم، فکر نمیکنم برگرم. بسی یه سوال، شما چجوری اینجا زندگی میکنی؟ نه آبی، نه برقی، آسانسورهای خراب. والا چی بگم به سختی. آها بعد من اگر ندیدمشون چی؟ اگر ندیدینشون دمپایی رو بذارین دم در، این پوله رو بذارین زیر دمپایی، خودشون میدونم بعد چی کار بکنم. باشه پس دست شما درد نکنه. خواهش میکنم با اجازت. خیلی ممنون. منتها خانم از من میشنوین اسمت هم عوض کن. من اسمم میتراس. پس عوض کردی؟ نه خیر، اسمم از اول میترا بوده، اشتباهی منتها صدام میزنم. با اجازت. یه کار دیگه هم باهاتون داشتم. میگم شب که میشه 12 شب، یکی بعد از شب، فشار آب خیلی عالی میشه. شما یه چند تا دبه آب برده بذار کنار که اگه خدای نکرده به بنبست برخوردی بتونی ازش استفاده کنی. خیلی ممنون. دست درد نکنه. با اجازت. خواهش میکنم. منتها خانم قربونت برم، یه موقع دمپایی رو بر نداری با خودت ببری یا همون بذار دم در، اون پولا رو بذار زیرش. من اسمم میتراس. عزیزم تو چرا اینقدر رو اسمت حساسیت داری؟ منتها خانم چرا داد میزنی؟ داد آقا من داد نمیزنم، دارم میگم من 60 میلیون پول رهن آپارتمان ندادم که برم یه جای زندگی کنم که نه آب داره نه برق داره نه تلفن. شما وقتی اومدی پیش من 10 میلیون بیشتر داشتی. 10 میلیون؟ بله، الان چقدر داری؟ 60 میلیون. مدیونی که هستی من. ما مدیون شما این؟ ما اون روزی که اومدیم پیش شما 10 میلیون پول نقد داشتیم، 20 میلیون طلا فروختیم، 20 میلیون وسیله فروختیم، 30 میلیون هم از اقباممون قرض کردیم. الان چی داریم؟ نه آخه مجید، ما الان 10 میلیون پول داریم، نه طلا نه وسیله نه آبرو. عوض 60 میلیون نقد داریم. کو آقا بده من. 60 میلیون مگه نمیگی داریم؟ بده من. برادر من، عزیز من، شما چرا متوجه نیستی؟ شما 60 میلیونت بالقوه دست مستاجر بعدیه. بیاد بنده میگیرم تقدیم میکنم. آقا اصلا اینجوری نمیشه، تو برو خونه خواهرت، منم رفتم خونه مادرم، خداحافظ. یعنی خونه رو نمیخوام بدین اجاره؟ چرا دیگه بابا، چی اومدیم اینجا؟ شما که داری میری اونجا، ایشون هم که داره میره اونجا، پس کی خونه رو نشون بده؟ ما کلیدو میدیم دست شما، شما نشون نه دیگه خواهر من، بنده که نمیتونم مسئولیت قبول کنم. چطور اون موقع که مثلا صابخونه قبلی اینجا بود ما داشتیم اجاره میکردیم، شما 20 میلیون جیرینگی بهش دادی، حالا نمیتونی مسئولیت قبول کنی؟ اولا از این دش که بنده یک قرونم به ایشون ندادم تا زمانی که چک شما پاس شد. دوبا من از این دش که مگه شما نمیخواین اجاره بدین اینجا رو؟ مگه به قول خودتون نمیخواین خلاص بشین؟ خب باز بشینین خونه بمونین که بیان ببینن دیگه. بابا ولش کن، بیا من یه دو روز میرم خونه خواهرم، اینو تو بمون. میشه تو دو روز اینجا اجاره میره؟ اینجا چند روزه اجاره میره؟ اون دیگه بستگی به خودتون داره. مستجر قبلیه بنده خدا صبح کله سر با من میومد، کرکره رو میدادیم بالا، شب که میشد با هم دیگه میدادیم پایین. زد و سر یه هفته خود شما رو رسون. بله خدا از ایشون بگذره که هر چی میکشیم از ایشونه. بنده خودم گیر کرده بود، گرفتار شده بود دیگه. حالا اگر خودتون بخواین این قضیه رو یه جوری درست کنین چی؟ من که نمیتونم که. یه موقع بیاد بنده خدا بیفته توی چاله، بیاد یقه منو بچسبه. خب اینجوری هم که یقه منو میچسبه. همین مستاجر بعدی. مگه شما یقه مستاجر قبلی تونستین بچسبین؟ هر چی میگه ایشی میگه. آقا شما نه شماره تلفن داشتی، نه آدرس داشتی، نمیدونستی کیه، چیه، چیکار است. منم که نمیتونم یقمو بگیرم. چرا؟ چون من اصلا پیشنهاد نداده بودم، خودش پیشنهاد داد، با هم دیگه معامله کردیم. من تازه اومدم پشتی شما در اومدم، الانم مستجر جدید بیاد چی؟ من مجبورم پشتی اون در بیام، درسته؟ بیا برو خونه خواهرت. نمیخواد، من میمونم. نه چی میمونم؟ بیا برو خونه خواهرت. میمونم دیگه، مشکل اصلی هم که هرچی بودون مشکل هرچی بابا میمونم. همسایی ها گفتن آب دیگه شبا فشارش خوبه میرسه. عزیز من همسایی ها یه چیزی گفتن، بیا بریم خونه خواهرت. باشه. منم اصلا میام. کجا؟ خونه خواهرت دیگه، برسونم. نمیخواد، من خودم یه تاکسی میگیرم میرم. بمون همینجا. خداحافظ. عزت زیاد. بده من. وای اصلا به خدا روز اول اینجوری مریم نشسته باش حرفی جدیه. خب دیگه چقدر جدی باشم؟ خب بشین یه مورد داریم. یه هفته یه الله. نه اینجوری نه. خب یه سر با این آقای سالار مصمم برخورد کن. دو خوابه. حجتتون فرمودین چقدره؟ اونش مهم نیست، دنبال دو خوابه شیک و ترتمیزم.
اگه محدودیت بودجه نداریم برای فروش دارم اوکازیون. نه دیگه تا اونقدر ندارم، ترجم رهن و اجاره است. رهن و اجاره؟ اتفاقا امروز یه دونه مورد جدید واسه آوردن رهن و اجاره. تمیزه؟ تمیزیشو نمیدونم دیگه، چون من هنوز موردو ندیدم، ولی از ایناست که یه هیئت مدیره خیلی با کلاسی داره، هر موقع مالکی مستجر چیزی بخواد تازه بیاد اونجا باید حتما گزینش بشه. چه خوب، چون مثلا من خودم عقیدم اینه که هر کسی تو آپارتمان نمیتونه زندگی کنه. بله بله. چند میگه؟ اینجا رو گفته 80 یعنی 80 تومن پیش 1 تومن ماهیانه، که البته با برشی که من دارم میتونم بکنم 61. پس باید نوساز باشه. فکر میکنم نوساز باشه. عرض کردم من هنوز اونجا رو ندیدم، ولی خب 4-5 تا باید بیشتر مستقر نشدم. اینجورم که مالکش میگفت من فهمیدم کجا رو میگه، انقدر نوسازه که هنوز جلوش محبت سازی نشده. پس تخلیه است؟ نه تخلیه نیست، روش زندگی میکنم. در مورد اینکه کی تخلیه میکنن اینا دیگه خودتون باید صحبت کنیم باش. بله عجله که نداریم، بله هرچی زودتر بهتر. متعالی با اجازتون. سه نفر. سه نفر یعنی با بچه یا مادری کسی؟ با بچه. با به هم منتفیه نمیده، بچه دار نمیده، گفته که یه موقع در دیوار رو خط خطی میکنن و اینا. نه بابا من بچه هم یه سالش هم نشده تا بخواد اونقدر بزرگ شه مداد خودکار بگی دستش در دیوار خط خطی کنه. سه چهار تا خونه دیگه احتمالاً عوض کرد. از منتفی نیست، میده اینجوری میده. آره ممنون. شما فقط یه زحمتی بکش برو 200 دیگه با خانم بچه‌ها بیا، منم تو این فرصت برم یه سرگوش یاب بدم ببینم مورد چیه، چه جوری شرمنده‌ات نشم. باید تو صبر کن زنگ بهش بزنم الان. سیو دارم اینجا. مجید پس خبرم کنی یا باشه منتظرم. فعلا که با این وضعیت میکنم یه هفته ده روزی میتوزن. حالا اینجوری ند. برو به سلامت. بله الو. سلام عرض کردم جناب بنده سالارم. سلام، مطمئنین شماره منو اشتباهی نگرفتین؟ خواهش میکنم ارادتمندم. چیکار شما خوبین؟ جناب بنده من مزاحم شدم راجع به اون مورد اجاره ای ببینم هستش یا اجاره دادیم. سالار چی داری میگی؟ من سر در نمیارم اصلا. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر دست شما درد نکنه. من یه مورد دست به نقد پیدا کردم، شما اصرار داشتین که یه آدم مطمئنی باشه، من گشتم یکی از آشنای خودم رو پیدا کردم. آقا سالار من الان باید چی کار کنم؟ شما هیچ کاری نمیخواد بکنی، فقط خونه رو نشونشون بده. مرد حسابی اینا بیان اونجا ببینن آسانسور خرابه، امکان نداره بیان بالا خونه رو ببینن. میدونم ولی شما خودت مگه خونه رو دیدی اجاره کردی؟ من مگه مغزم عیب داشت که اون خونه رو ببینم بعد این همه پول بی زبونو بدم بابت اجارهش؟ بابا جان من اینا هم دو سه روز که گذشت دیدن اینجوریه پشیمون میشن، همون کاری که شما کردی اینا میکنن دیگه. آقا سالار چند وقته این آپارتمان رو داری اجاره میدی؟ یه ساله. یعنی یه سال هفته یه بار داری اجارهش میدی؟ کلن 30-40 بار ما اجاره دادیم. بعد به من ربطی نداره که خودشون میان میبینن میپسندن گیر میدن که میگن میخوان، بعد میرن چند روز بعد گیر میدن میگن نمیخوان، ما فقط کمیسیونمونو میگیریم. آره البته به اضافه یه ما اجاره دیگه. اونجا دیگه داداش گلم قانونه دیگه، دست من که نیست که. قبل موعد بخوای فسخش بکنی باس یه ما اجاره بدی یه کمیسیون. بعد یعنی اگه کسی بیاد اونجا موندگار بشه دیگه نون شما آجره. شما موندگار بشو نون ما آجر بشه. شما اینجا رو واسه ما اجاره بده، من کره رو نونت هم میدم. من نوکرت هم هستم. خوش بریم. کجا؟ بریم بلوک دیگه. الان اینا 200 دیگه میان میخوان اونجا رو ببینن. بریم من یه سر و سامونی بدم ببینم چه خبره است چه خبر نیست. خوش بریم. یعنی نمیشد اینو بذاری داخل سبد بفرسیش بالا. آره بدبختی قد نکشی جای پایین. ای خدا. وایسادی به چی فکر میکنی؟ به بدبختی، به بیچارگی، به این که باید 10 دقیقه دیگه دوباره همین پلانه بکوبم بیام بالا. فعلا بیا پایین، یه ساعت آژانس دم در منتظره. او چه عجب. سلام. سلام خوبی؟ چیه؟ چیه قابلم هستی؟ باید قضا بردم. دست درم بزرگ خواه. اون نیست که اون آوردم بهت نشون بودم، سر را بستم نرگس خریدم. خوبه؟ گفتی غذا برام آوردی؟ اینا هشینو آوردن. ایه؟ آره دیگه رحمت کشیز بود میره که داخلی کم در ازیاد. گفتم که اصلا این فروشگاه خریدن بوش انقدر خوبه، گفتم حتما آقا سفری خوشش بید. قابلمه خوبه؟ قابلمه چی؟ قرمه رو میگم. الو سلام، کجایی؟ نه یا نه ببین الان سفری و زنش تو رابله نشستن.
هر وقت رفتن خودم بهت خبر میدم. میشو با سب کنیم تا که باید سب کنیم تا وقتی این موبایله دوباره زنگ بخوره. چی هست توش؟ قرمه سبزی تا جاداش ریختم توش. زحمت کشیدی خب میریم که داخل این کمتر اذیت بشه. گفتم که از همین فروشگاه خریدم. گوش الان سرد شده بوش نمیاد. دیشب که میپختم عطرش تا هفت کوچه اونورتر میرم. معلوم باشم برم تا یه آژانسی صداش در نیومده. نمیای بریم بالا؟ ها دارم بیام بالا. چجوری نگاه میکنی؟ چجوری؟ پاشو این قابلمانو بردار بیا بریم تو ماشین من کار دارم. یه جوری نگاه میکنی انگار طلبکاری از اون. راستی خوب شد گفتی پول همراهته؟ دیدی؟ همون اول پا تلفن میگفتی پول میخواد. وا کی واسه پول اومد؟ اومدم خودتو ببینم. کارتت که همراهته؟ اون یکی کارتم خوب پیشت میخواد. اون که توش پول نبود. دارم میرم خونه نرگس اینا. قابلمه خریدی براش دیگه؟ قابلمه رو برای خود نرگس گرفتم. میخوام واسه بچه‌ها یه چیزی بگیرم. پول داره دیگه توش. یه وقت جای راننده خجالت زده نشم. الو همین الان رفتن. تا تو برسی که گلن رفتن. بیا بیا. ای بابا میگم رانندش زنه. خب زن باشه یعنی نمیتونم اونو برسونه تا زرکابو. بیا برو اینقدر منو هرس نده. وای تو با اومدم کارتتو بسونم و الان اینقدر تمونده غزان برداشتی آوردی برای ما که چی؟ باید یه حواست باشه دیگه برای اینکه بعد رفتن شما من تو درد سر نمیفتم. من خیلی دخالت نمی کنم. شما یه عرضه از خودشون بده دیگه. عرضه؟ نه منظورم از عرضه شما رو فهمیدم. داره باید بر خود داشته گلم بر نمیخوره. تعجب میکنه عرضه داشته تعجب میخواد. نه خیلی تو نیم ساعت گذشته اون نفر دومی هستی که نداری به من میگی. خب یه عرضه از خود نشون بده دیگه. یه هم یه عرضه هم با دیدی بهت برخورد بزن. فقط شما هر جور شده اینا رو بکشون تا اینجا. شما حواست باشه چی بگی دیگه. هیئت مدیره بابا شما اصلا خودت اگه دلت میخواد در مورد هیئت مدیره و وضع این ساختمون و آسانسوراش هم صحبت کن. فقط بیارشون تا اینجا من بهت میگم. باش الان خداحافظ. سلام. عرضه ای نشونتون بدم. یک عرضه ای نشونتون بدم. من مشتریشو پیدا کن. یک عرضه ای به نشون بدم. نمیرم خوبه.
تو واقعا مشتریشو پیدا کن. بقیهش با من. مادر بزرگم همیشه میگفت فرق آدم با آدم تو بله و نگفتن اوناست. اون اوایل تحلیلی برای این حرف مادر بزرگم نداشتم تا اینکه تو این موقعیت قرار گرفتیم. شاید بشه گفت تفاوت آدم ها تو تصمیماتیه که تو موقعیت های مشابه میگیرن. من و مجید تصمیم گرفته بودیم تا خودمونو از این گودال عمیق 13 طبقه نجات بدیم به هر قیمتی. منتها من نمیدونستم این شکلیه، گفته بودن نو سازه با اینا، ولی فکر نمیکردم اینجا محبتش ساخته نشده باشه. اما خب شما ببین اینجا هم ویول داره، یه ویول خوبی داره، همین که اینا کلا بازه دیگه، هیچی جلوت نمیاد، ساخته نمیشه. اینجا احتمالا قراره فضای سبز بشه، حالا پارک بشه یا همینجوری چمن اینا بکنن، من نمیدونم دقیقا، ولی قراره که اینجا کلا فضای سبز بشه. اون پشتم گفتن یه نمیدونم مهد کودک آمادگی چی هم چیزای قراره بسازن. من بچه‌تون میگم ها، یه دو سال دیگه بالاخره بفهمید. حالا شش ماهه بیرونش. بله بله، حالا تا اینجا اومدیم بریم توشو ببینیم بیرونش درست میشه بالاخره. بفهمید. آجی من بفهمید. عمو چجوری؟ بفهمید. آثار اینجا چرا انقدر کثیفه؟ والا چه عرض کنم؟ اینجوری که خودشون میگفتن هفته دو روز میان از بالا تا پایین همه جا رو میسابن. میگم والا آقا تا اون بیرونو درست نکنن هر روزم تمیز کنن اینجا رو وضعیت. بله بله کاملا حق با شماست، کاملا حق با شماست. اینجا گفتش خاموشه چرا پس؟ دو تا آسانسور داره؟ بله اینجا دو آسانسور است. اینطور که من شنفتم یکیش نمیدونم حالا اینه یا این، یکیش که کوچیک‌تره نفر بره، اون یکی که بزرگتره اسباب بره. خوبه. آره اجازه بدین. خب مزاحمین دوستان نشه. بابا بفرمایید. خب به مالک واحد میشه. سلام. سلام عمو جون، حالت چطوره؟ خوبه. مامان تشریف دارن؟ بله. یه لحظه صداشون کنین. حدیث مامان کیه؟ سلام. آره عرض می‌کردم. اینجا یکیش احتمالا فکر کنم اینه، کوچیکه که نفر بره این باید باشه، بزرگه که اسباب بره این باید باشه. سلام عرض کردم. سلام. سلام. ببخشید خانم بیگی؟ بله خودم هستم. بفهم حدیث شما بود تو. برو. خوب هستین؟ ببخشید ما مزاحم شدیم. این آسانسورا تو خرابه. امروز یک شنبه است، از آسانسور سرویس میشه، بر همین قضیه. مثلا امروز دوشنبه است. همون دیگه امروز دوشنبه است، آسانسور سرویس میشه. یعنی تا چند دقیقه دیگه، مثلا یه رو 20 دقیقه دیگه اینا راه نمیافته. نه، تا غروب. آه. بله. ای بابا چی بد شد شرمنده شما شدیم. ببخشید. دوستان آورده بودم، جناب مهندس با خانومشون و دختر گلشون آورده بودم که واحد ببینن. حالا میگه که آسانسورا قطع. کدوم واحدو می‌خواستین ببینید؟ طبقه آخر. ببینین همه ی این واحدا شکل همه میتونین واحد ما رو ببینین. بله البته شکل همه، ولی خب مزاحم شما گفتین نشین. مزاحم شما نمیشه. حرفا چی؟ من فقط آقامو خونه نیستن، خانم میتونن تشریف بیارن. مرسی. اشکال نداره پس. من ممنون. کلا لباس نوزادی آوردم، میتونین ببینین انتخاب کنین. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. ببخشید. نه خواهش میکنم. خواهش میکنم. سلام. من شنفته بودم این خانم بگی مزونه اینام داره یادم رفته بود. سلام جناب. خود واحدو نمیشدید؟ آره واحدا نه بایدون. چرا؟ چرا نمیشه دید؟ هم کنم ردی بشو کنم، سه سوده ردی بشو کنم، زنی بزنم، ببخشید. الو سلام و سلام. بله خونم. من تو اینجا رو اجاره بدم میمونم خونم. ببین داداش گلم، من این بندگان خدا رو برداشتم آوردم اینجا منزل شما رو ببینم، ولی ظاهرا آسانسورا خاموشه، همسایه‌ها گفتن این برای سرویس ماهیانه و اینا خاموش کردن. میخوام من بیام پایین. بابا میخوام بیام خونه رو ببینم. من نمیدونم دیگه، اگه ارزشو دارین که بیانشون بالا، اگرم ارزشو ندارین من بیام پایین. ببین داداش گلم، من مخلصم، خواهش میکنم، تماس میگیرم با این بنده خدا صحبت کنم ببینم چی میشه. فعلا قربانه. چی شد؟ آقا این آسانسورت خراب، یعنی برای سرویس ماهیانه و فلان اینا چیز کردن، بنده خدا گفت من خودم بیام پایین. گفتم بابا آخه نه بابا، برای چی اینا رو ضرر کنیم؟ من خانمم که داره خونه همسر میبینه، من و شما میریم بالا میبینیم، تعارف هم نداریم. اگه سختته بخوام تنها. بابا چه سختی، من که وظیفمه بابا. نه بابا با هم دیگه میریم، من اوچرتم اصلا. بفهم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. همونجا دستشویی هست، میتونی عوضش کنی. ممنونم.
آقا سالار خب خود باده ببینیم که بهتره که 13 طبقه است. اگه شما سختتون من خودم میرم اصلا. اما او چه سختی؟ من که سختم نیست، من بخاطر شما برم. نه بخواهش بیام عادت نداری، من 3 سوته میرم بالا، اینه فشنگ برات میرم بالا. آقا سال شرمنده، شما رو تو زحمت انداختم. حرف چیه؟ وظیفه از آقا رو سیم کردم. آقا حواست باشه اونجا خیلی خودتو مشتاق نشونه. نه نگران نباش، من خودم تو کار عرضه و تقاضا. اه؟ یعنی کار چیه دقیقا؟ یه تولیدی کوچیک، بچه کارخونه یه چیزی. آه شماره تو دارم میگه؟ من تماس گرفتم. آره میگم شماره مو داری، نمیت گرم. خواهش بیا چیزی نمیده، 3-4 طبقه دیگه میرسی. آره شالله آخرین بار دیگه پرمیه، یه آسانسور داره فشنگی میره بالا. انشالله. آره ای بای نه با امید، تو مطمئن باش من خونه رو هر جور شده به همین آقایی که داره میاد میدم بره. با خسته شدیم دیگه. نه واقعا ما مال زندگی آپارتمانی نیستیم، درست به قول خودت میریم همین اطراف تهران یه ویلای نقلی میگیریم زندگی میکنیم. بابا میتوه خانم ما اون موقع 10 منوت هم بلقوه داشیم، الان 60 منوت بلفل داریم، پول دار شدیم. میتوه اینا اومدم من به زنی میزنم خبر میدم. باشه 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 قرار میکنم. آقا سلام علیکم. خوب نسم 13 طبقه. آقا خیلیش میشم عباس چیست مرادی هستم. خیلی خوش یالا. آقا خوش اومدیم بفرمایید. نیستم منزل خواهرشونم. آقا دیگه ظاهر رو باتون ببخشید، ما وسیله پذیرایی هم نداریم. انتظارشم تمیز سر نه تمیز رنگ شده تعمیر شده کامل خدمتتون میرسه. بفرمایید شما بفرمایید اتاق رو ببینید. خیلی دلبازی همون دستشویشه. کارش اینجا یه بالکن خیلی نقلی خوشگل داره. بفرمایید بس بس بابا آقا جی فقط چی تخلیه میکنی؟ تخلیه که اینجا مبله زده بسید. آقا برد من همین الان میام خدمتون، یه مورد ملکی الان میام خدمتون، میام خدمتون، میام خدمتون. اصلا ما جونم عزیزم. بله آقا ما جرا از این قرار که من بلیت هم برده نمیخوام این بفهمم. بلیتتون؟ بلیت دیگه آها از اون بلیت ها به سلامتی. تا فردا هم باید 60 میلیون برزم به حساب یه نفر که اگه نریزم زندگی من سمی باشه. برای همین من وقت ندارم اینجا رو رنگ کنم و بازسازی کنم و خالی کنم و این حرفا. شما خودت بهتر میدونین تو این وضعیت این آپارتمان اگه تمیز باشه زیر 100 تومن رهنش نیست. بله ما 2 روز داریم میگریم قیمت رو دستم. تموم شده رفت. مطمئنی پشیمون نمیشین؟ من که دارم میرم که. نه منظورم فرهنگ درآمد خیلی بودن رفتن. خواستن این حرفا رو بهش کن. شما شغلت چیه؟ یه کارگاه کوچیک تولید کوچیک. من 10 سال توی شرکت جون کندم، بعد 10 سال 2 هفته پیش به خاطر یه انتخاب احمقانه مدیر شرکت من اخراج کرد. ایو متاسفم. حالا خانومم میگه به خاطر بی‌عرضگی خودته. درسته. میگه یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایان. اینا رو همه تو فیلم‌ها یاد میگیرم. منم همینو بهش میگم. بهش میگم ببین تو زن منی، سهم منی، حق منی، من طلاقت نمیدم. شما زیاد سینما میرین؟ آقا چی شد؟ هیچی، بریم بنویسیم. اه؟ خانومه چی پر؟ این یکم بهش بزرگه. بزرگه؟ خب الان بزرگه دیگه، الان این بچه یه سال و نیم شینه. خب 2 سالش بشه اندازش میشه. ببین اینم ببین. وای این چقدر نازه، خیلی خوشگله. صبر کن ببینم. مغازم که میرم اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم کدومو بخرم. من جات بشم همشو برمیدارم. برشون دار به نظر. نه بابا بچه تو رشته، الان شور به شور لباساش تنش نمیره. خب الان اینجوری نیست که میذاریش برای بعدی. نگاه کن این لباس نه دخترونه پسرونه نداره که، میذاری واسه بعدی. حالا پسر بود دختر بود تنش میکنه دیگه. بیا اینم ببین، اینو ببین. نه دیگه باز نکنین، همینه که برداشتم کافیه، باز نکنین. خب اصلا نخواستی نبر، مهم نیست، فقط نگاه کن ببین چقدر چیزای خوشگلی داریم. ببین اینم بهش میاد حتما. لباس زنونه و لباس مهمونی و اینام دارم. نه لباس مهمونی که الان به کارم نمیاد. و لباس مهمونی من اجاره ای. انا اجاره ای؟ آره دیگه ببین نشستم فکر کردم
گفتم چه کاریه؟ آدم میره یه عالمه پول لباس میده، بعد یه شب دو شب میتونه بپوشه، یه شب خونه فامیل شوهر، یه شب هم که خونه خودتون و فامیلای خودتون و اینا. بعدش بعد چیکار کنی؟ اون لباس باید بذاری تو کمد بید بزنه. ولی عوضش یه شب میای لباسی اجاره میکنی، 100 تومن پولشو میدی، به جای نیم میلیون فردا میاری پسش میدی. آخه یه وقت کثیف میشه، یه چیزیش میشه. خرجش خوشرویه. میری خوشرویه 50 تومن بهش رو میدی، لکشو میبرن. آخه آدم دلش نمیاد لباسو دست دوم بپوشه. الان فکر کرده اینه که هر شب لباسای شیک میپوشن همه رو نو میخرن؟ نه عزیز من، تاناکوراست. برم بیارم ببینی؟ نه ممنونم. ببین برای اونایی که خیلی خواستن شال و کیف و کفشم ست کردم، میارم ببینی. چیکار میکنی ماما؟ گم میشه پستونک. بخور. چه خوشگل لباسه. ببینم. بیا سبا. ببین چی دارم؟ نه. نگاه کن. اینجا رو. آه میبینی؟ نزد شانس آوردی یا نیست داره فصل عوض میشه، قرار بود امروز بیان همه اینا رو ببرن، اینا رو قیمت خرید بهت میدم. آخه اینا معلوم نیست تا سال بعد مد بمونه. خوشم اومد ازت، گفتی مد خوشم اومد ازت. ببین مردم میان اینجا براشون 100 دفعه راجع به مد توضیح میدی، مگه حالیشون میشه؟ معلوم از مد سررشته داری یا؟ خیلی اهل مد و مد بازی نیستم ولی من هستم. معلوم نیست؟ چرا مشخصه؟ خب حالا که تو اهل مدی متوجه میشی که مد چیه؟ مد یه چیزیه که یه لباسایی مثلا کلاسیکه. الان این لباس کلاسیکه. کلاسیکه دیگه؟ بله کلاسیک. خب کلاسیک یعنی چی؟ یعنی با کلاس. یعنی یه لباسی که تکراری نمیشه، همیشه مده. امکان داره دموده بشه ها؟ مثلا پارسال دموده شده بوده، بعد دوباره 2 سال دیگه مد میشه. بالاخره که مد میشه.